غلو میکند در بینش و غلو میکند در فهم بینش، او هم طبیعی که در این غلوی که میکند البته که میاد و قید و بندهای زیادی رو در دین به وجود میاره، قوانین عجیب و جدیدی رو در دین به وجود میاره و کار رو هم برای خودش و هم برای دیگران به سختی گرفتاری میکشونه. بله خب من کاملا موافقم. بله خب آقای محمدی از مشهد صداشون رو بشنیم دکتر، بعد از مطالب رو بعد از این میرنده ادامه خواهیم داد. آقای محمدی بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما و مهمان عزیز تون سلام عرض می‌کنم. اصلا از شما هستم آقا چینی. سلامت باشین. بفرمایید آقا. در مورد میانه روی. رحم عالم که نیستن از علما شدیدم که میانه روی همون چیزی است که در اعتقاد و عمل مطابق پیامبر صلی الله علیه و سلم باشه. صلی الله علیه و سلم. و شاگردان مکتب رسول الله صحابه کرام باشه. بله. اگر انسان از اعتقاد در عمل از صحابه اگر کم کوتان بیاد یا اضافه بره انسان در افراد تفریح دسته دید. بعد یک سوال دیگه در مورد همین دست بسته نماز شما توجیده بید؟ بله. که میتونی انسان دست باز نماز بکنه در گوشه ای؟ بله. خود که نیاز داره کنه در گوشه دست باز نماز بکنه دست بسته او چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به شاگردانش یعنی یاد داده به صحابه کرام و علمه ای بله. یه بوده همون سراتن بگید یعنی به دست باز نماز خواهد دست بسته بله. دست آقای کرام اگر دست بسته نماز خواهد چه نیاز داره که ما پنهانی دسته خوب باز میکنیم؟ بله. آیا این برخلاف روش صحابه نیست؟ برخلاف روش پیامبر این گناه نداره مگر از انسان؟ بله. اونطور که از رسول صلی الله علیه و سلم توضیح بدم اگر صحابه ثابت از علاقه ثابت هستی دستاشون باز کرده نماز خونده ما باز میکنیم مشکل نداره، اگر صابر نیست پیامبر و صحابه و علیه صحابه نیست خب پس ما مخلفی که دست بسته نماز بکنیم بیان. بله بله. سوالتون واضحه، فکر کنم نیازی به توضیح بیشتری نداشته باشیم آقای محمدی. اگر مطالب دیگری داریم بفرمایید. اگر توضیح بده ان شاء الله ممنون میشم شما. متشکرم، ان شاء الله توضیح را خواهید گرفت ان شاء الله. قطعا اینطور که در احادیث صحیح از رسول خدا صلی الله و سلم علیه وارد شده، رسول خدا صلی الله علیه و سلم زمانی که به نماز می ایستادن دست ها را به خاطر احترام در مقابل الله دست ها را بر سینه و بر روی هم میگذاشتند و این فعلی است که رسول خدا و اهل بیت خاندان پاک رسول خدا و ائمه اطهار سلام الله علیهم و دیگر بزرگان صحابه اینو انجام میدادند. اما این سنتی است که اگر شخص بنا به حالا یک کسی مثلا دستش شکسته، یک کسی مثلا نمیتونه، یک کسی به هر صورت کسی در فتنه واقع شده میترسه، خب اشکال نداره انسان المؤمن کیس فطن، مؤمن باید همیشه زیرک باشه، خب در شرایط قرار گرفته و مورد آزار اذیت قرار میگیره مجبور برای حفظ جانش حفظ مالش بالاخره این سنت رو انجام نده و اشکالی نداره. ما میریم عمار بن یاسر کفار میخوان او را بکشن او را اعدامش بکنن، اما میگه من کافر شدم، من از دین بازگشتم، خدا نزد رسول صلی الله علیه و سلم میاد و خداوند این آیه در حقش نازل میکنه الا من اکره من کفر بالله بعد ایمان، در آیه در سوره نحل آیه 106 خداوند میفرماید من کفر بالله من بعد ایمانی الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، میفرماید کسی که به خدا کافر شد بعد از ایمانش دیگه اونایی که ایمانش پذیرفته نمیشه مگر کسی که مجبور بشه به این کافر شدنش به این لفظی که تکرار کردنش. خب حالا یک فعل سنت رسول صلی الله علیه و سلم کسی انجام دین اسلام دین آسانی است و نمیومده سخت بگیره و این شرایطی که دوستمون براشون مطرح شده در کرد مجبورن و نمیتونن که اعتقاد خود رو مطرح بکنن. بر صورت اگر استاد دکتر سید حسین هم مطالبی داشته باشند ممنون خواهم بود. استاد حالا این مطلب سر جاش باشه، مطلب دیگری که باز مطرح میشه نمیدونم ویژگی دیگری از وسطیت در قرآن باز هم اگر وجود داره باز هم به ذهنتون میرسه ممنون میشه اگر ارائه بدیم. خواهش میکنم. هر حال این بحث در مورد اعتدال رو من به نظرم میاد که به بهترین شکل با همین آیه صراط مستقیم میشه راجبش صحبت کرد و اون وسطیتی که شما اشاره فرمودید و آیه قرآن هم داریم و کذال که جعلناکم امتا وسطا، بله. اون به دینه که من یاد گرفتم و به دینه که من این آیه رو
متوجه شدم از اساتیدی که باهاشون دیدم، از این من معنی اعتدال رو نمیگیرم. این به نظر من اینجا معنی دیگری دارد. این دیگه در واقع میگوید ما شما را امت واسطه ای قرار دادیم که پیام خدا رو منتقل کنید به امتهای دیگر. من اینجا نمیفهمم این آیه. اما اجازه بفرمایید که همین که دوستمون اشاره کردن به بحث نماز و گرفتن یا نبستن دستن یا نبستن دست، عرض کنم خدمت شما که من نمیدونم آقای هاشمی، خدایی که بنده میشناسم از این که کسی دستش رو موقع نماز بسته باشد یا نبسته باشد به این خیلی حساسیت نداره. خدایی که بنده میشناسم حساسیتش به این است که ما در نمازمون حافظون باشیم، دائمون باشیم و خاشعون باشیم. این ها اشاراتی که در خود قرآن هست، یعنی نمازمون رو در وقتش انجام بدیم، پیوسته در حال نماز باشیم با نمازهای نافله و غیره، و اینکه خشوع داشته باشیم در نماز. ببینید یک سری از نماز اعمالی دارند که این اعمال اعمال کلی دارند که هیچ گروه دینی در اسلام اختلاف نظری در مورد این اعمال ندارن. بنده هیچ مسلمان با اطلاعات بسیار اولیه‌ای رو نمی‌شناسم که مثلا اعتقاد داشته باشد که نماز و مغرب سه رکعت نیست، پنج رکعت، یا مثلا به جای پنج تا نماز یعنی باید چهار تا نماز یعنی بکنیم، هشت تا نماز یعنی بکنیم. همه مسلمان ها می‌دانن و قبول دارن که نماز با تکبیرات الاحرام شروع می‌شود، سوره فاتحه بعدش خوانده می شود، بعد سوره دیگری خوانده می شود یا بخشی از یک سوره. حالا در اینجاش کمی جزئیاتش دیگه ممکنه اعتقادات مختلف باشن. بله. بعد به رکوع می رویم و ذکر می کنیم، بعد به سجود می رویم و ذکر می کنیم و این کار رو تکرار می کنیم و بعد از دو رکعت می نشینیم و خطبه می خوانیم که در این خطبه به خود گواهی به یکتایی خداوند و این که پیامبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر خدا به این گواهی میدهیم، و بعد در آخرین رکعت بعد از این خطبه سلام آخرین آخر رو میکنیم و نماز رو تمام میکنیم. همه مسلمان ها در این اتفاق دارن. چیزی که بنده از این میفهمم و یاد گرفتن این است که علت این که تمام مسلمان ها در این اتفاق دارن این است که رسول خدا با دقت فراوان و با دقت تمام دقت کرد که مسلمان ها این رو یاد بگیرن و این رو براشون به صورت یک سنت، یک راه کاملا تأسیس یافته قرار داد. بله. حالا جزئیات این که آیا مثلا فرض کن که باید که سوره رو تمام کن یا نخوان، آیا درس رو بگیریم یا نگیریم، آیا آمین بگوییم یا نگوییم، اینها جزئیاتی که به نظر من اگر شخصی برود به واسطه خواندن احادیثی واقعا به این نتیجه برسه که بله واقعا این باید انجام بشه، بسیار خوب برای واجب می شود که این کار رو انجام بدهد. اما تا وقتی این احراز نشده، این مسئله اثبات نشده، به نظر من انسان نباید خودش رو خیلی گرفتار این جزئیات بکنه. به روشی که عادت داره و روش درستی که منافاتی نداره با سنت پیامبر، به همون روش میتونه نمازش بخونه و حالا همون چیزی که دوستمون فرمودن اگر موقعیتی قرار گرفت که مشکل بود به روش خاصی بخواند، کماکان در همون محدوده مجازی که هستی میشه این روش رو کمی متفاوت عمل کرد. تا وقتی که در محدوده مجاز سنت باشد هیچ اشکالی نداره. احسن، متشکرم استاد عزیز. اگر اجازه بدین یک میان برنامه با هم دیگه ببینیم، مطالب رو انشاءالله بعد از این میان برنامه ادامه خواهیم داد. یک میان برنامه رو با هم دیگه ببینیم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. با سلام مجدد خدمت شما عزیزان بنده، موضوعی که در این هفته در این جلسه به حول قوه الهی با استاد دکتر سید حسین موسوی ادامه میدیم بحث میان روی در اسلام
و مطالبی در این زمینه ارائه شد. بحث خود تعریف میانه‌روی در اسلام و خود اعتدال در اسلام در